دوستان، ما در مورد چه صحبت میکردیم؟ در مورد تعریف پول صحبت میکردیم، در مورد انواع پول صحبت میکردیم و عرض کردم که پول اسکناس و مسکونی که در اختیار شما و سایر افراد قرار میگیره این تعهد بانک مرکزی است، اما سایر پول هایی که به صورت الکترونیکی در حساب بانکی وجود داره، اینها در واقع تعهدات بانک تجاری است که به وجود آمده. این پولی است که بانک های تجاری به وجود آورده اند. بنابراین اگر شما میخواهید سیاست گذاری پولی داشته باشید، اگر میخواهید تورم رو کنترل کنید، بخش عمده کنترل تورم بر عهده چه کسی است؟ یعنی سیاست گذاری باید معطوف باشه به بانک مرکزی یا به بانک تجاری؟ این سوال اصلی من است. آقای وحید نوشتن بانک مرکزی. بانک مرکزی. دو تا از دوستان نوشتن بانک تجاری. خب اکثر دوستان نوشتن بانک، هر دو که بله هر دو، ولی میخوام ببینیم که کدوم رو باید اول هدف قرار بدیم. خب اجازه بدید خدمتتون توضیح بدم. چون همین هست تفاوت این مطالبی رو که ما اینجا مطرح میکنیم تحت عنوان مطالب مدرن پولی داره مطرح میشه، یا سیاست‌گذاری مدرن پولی و سیاست‌گذاری متعارف. ببینید دوستان، یک بحثی در ایران هست، همه سعی میکنن اقتصاد متعارف رو بکوبند. من فکر میکنم شاید تنها فردی باشم که در کشور دارم از اقتصاد متعارف حمایت میکنم. چرا؟ چون اقتصاد متعارف یعنی علم اقتصاد. اما اینطور نیست که ناآگاه باشم، ندونم که چه میگذرد. این مطالبی که الان دارم خدمت شما عرض میکنم و خدمت شما در واقع ارائه میشود، خیلی از این مطالب مربوط به نیو کینزیان ها و نئو کینزیان ها هستند و بخشی از این مطالب تحت عنوان اقتصاد غیر متعارف شناخته میشه. اما بعد از بحران 2008 تقریبا این مطالب همه جای دنیا اتفاق در واقع پذیرفته شده. و اگر بعد از 2008 مثلا به عنوان مثال اقتصاد امریکا یا اقتصاد غرب از بحران به در اومد، به دلیل اعمال روش‌های غیر متعارف بود نه متعارف. من مرزبندی رو خدمت شما ارائه خواهم داد. یکی از مرزبندی‌هایی که وجود داره این هست که آیا در وقتی که شما می‌خواید تورم رو کنترل کنید، باید سیاست‌گذاری معطوف باشه به بانک تجاری یا بانک مرکزی؟ ببینید این سوال مهمیه. ما باید ترکیب پول رو ببینیم، بعد ببینیم سیاست گذاری چگونه ما میتونیم تعیین کنیم. ببینید، عرض کردم خدمتتون که در پولی که من و شما مصرف میکنیم، استفاده میکنیم، تنها اسکناس و مسکوک هست که در واقع تعهد بانک مرکزی است و سایر پول تماماً تعهد بانک تجاری است. دقت فرمودید؟ بنابراین اگر شما توانستید با استفاده از ابزارهایی که در اختیار بانک مرکزی است، بانک مرکزی و بالاتر از بانک مرکزی سیاست‌گذار پولی یک سری ابزارها در اختیار داره که با استفاده از این ابزارها میتونه بر رفتار بانک مرکزی و بانک‌های تجاری تأثیر بگذارد. ببینید این ابزارها در اختیار سیاست‌گذار پولی است. اما تأثیرگذاری رو می‌خوایم کجا تأثیرگذاری انجام بشه؟ می‌خوایم رفتار بانک تجاری و رفتار آحاد جامعه تغییر کنه با استفاده از این ابزارها. اگر این گونه به سیاست‌گذاری پولی بنگریم موفق خواهیم بود. اگر این گونه ننگریم و فکر کنیم یک در واقع رابطه مکانیکی بین مثلا نقدینگی و در جامعه و پایه پولی تعهد بانک مرکزی وجود دارد، یک رابطه این مثلا یک ذریب فزاینده‌ای هست که حالا من پایه پولی هم باید خدمتون توضیح بدم و توضیح میدم، همین الان میخوام توضیح بدم خدمتون، ولی یک رابطه چیز هست و این بانک مرکزی نشسته پشت یک ماشینی و وقتی فرمول رو به چپ بچرخونه به چپ میره این ماشین، به راست بچرخونه به راست میره. اگر تصور فیزیکی داشته باشیم از سیاست گذاری پولی، خب طبیعی است که شکست می‌خوریم. یکی از کشورهای جهان که هنوز که هنوزه یک نوع تصور فیزیکی و مکانیکی از سیاست گذاری پولی داره، کشور ما کشور ایران هست. اون افرادی که به اقتصاد
نئوکلاسیک هنوز پایبند هستند یا اقتصاد کینزیان سابق رو دارن ادامه میدن و تبلیغ میکنن و در اقتصاد در دانشگاه ها تدریس میکنن، که اکثر دانشگاه ها همین ها رو یعنی در واقع مطالبی که من میگم نه، ولی مطالبی که در گذشته یعنی در 30 سال گذشته مطالب اقتصاد پول و بانک در دانشگاه ها تغییر نکرده، در دنیا تازه داره تغییر میکنه. یعنی دانشجویی که از دانشگاه حتی در کشورهای پیشرفته بیرون میومد آشنا نبود با سیاست گذاری مدرن پولی، آنچه آشنا بود با سیاست گذاری شکست خورده پولی بود، سیاست گذاری که نتونسته عمل کنه به درستی. و حتی ریشه این سیاست گذاری آقای علی نوشتن که دهه 70 میلادی تدریس میکنن. ببینید آقای علی، دهه اقتصاد کلان دهه 70 میلادی یکی از شکست خورده ترین علوم در طول تاریخ بشری است. اقتصاد کلانی که تا قبل از دهه 80 تدوین شده بود، اقتصاد کینزیان یا تحت عنوان افتضاح کینزیان من ازش نام میبرم، در افتضاح کینزیان بسیاری از کشورهای جهان دچار ابر تورم شدند، دچار تورم های چند هزار درصدی شدند. دقیق فرمودید، یعنی واقعا شکست خورد اون اقتصاد کلان. اما از خاکسترهای اون علم شکست خورده اقتصاد کلان هم در زمینه اقتصاد کلان این قضیه هست، هم در یک زیربخشی از اقتصاد کلان که امروز اقتصاد کلان میدونیم ولی اون زمان جدا بوده، در زمینه علم توسعه. کتاب‌های توسعه که در دهه 1960 و 1970 به شدت رواج پیدا کرده و گسترش پیدا کرده بود و حتی امروزه در دانشکده‌های غیر اقتصادی تدریس میشه، مثلا علم توسعه که در دانشکده‌های علوم اجتماعی تدریس میشه، این علم توسعه یک علم توسعه 100% شکست خورده است و از خاکستر این علومی که مفتضح شدند، بی آبرو شدند، دو علم به وجود آمد که زیر یک در واقع چتر هم قرار گرفتن، یکی علم اقتصاد کلان مدرن و دیگری علم رشد و توسعه مدرن، مدرن گروث اکونومی یا مدرن گروث اکونومی، که من تز دکترامو در زمینه همین در واقع علم اقتصاد مدرن نوشتم، علم اقتصاد رشد مدرن نوشتم. کاملا در تضاد با نظریات قبلی علم جدیدی حادث شد، به وجود آمد که شما ملاحظه می‌فرمایید شاید پربرکت ترین علم انسانی است، حداقل میتونیم بگیم پربرکت ترین علم انسانی است، چون میلیاردها نفر رو از تله فقر نجات داده، وضعیت معیشت میلیاردها نفر رو بهتر کرده. من بعید میدونم هیچ علمی حتی پزشکی در طی 30 سال گذشته تونسته باشه اینقدر تأثیر مثبت بر معیشت میلیاردها نفر بگذاره. هیچ علم دیگری رو من نمیتونم پیدا کنم که اینقدر تاثیرگذار بوده باشه که علم اقتصاد کلان و علم رشد، رشد مدرن، علم اقتصاد پولی مدرن. ما الان در واقع تورم، بیماری تورم تقریبا در دنیا ریشه‌کن شده، همونطور که تقریبا میتونیم ادعا کنیم فلج اطفال در دنیا ریشه‌کن شده، به جز 2-3 کشور احتمالاً فلج اطفال ما در دنیا دیگه نداریم، یا بیماری آبله به طور مطلق در دنیا ریشه‌کن شده. اینا رو میدونیم دیگه، اینها امراض واقعا در داوری بوده که الان در دنیا وجود نداره. به همین صورت علم اقتصاد کلان مدرن و علم پولی مدرن باعث شد که ما تورم از در واقع از اقتصاد رخت بربندد، تورم نداشته باشیم. اما مشکل دیگری ایجاد شد. حالا من اگر یک مقدارم البته حاشیه میرم، ولی این حاشیه که شما به دردتون میخوره، دقت بفرمایید. ببینید، زمانی که در گذشته ما پول در واقع بر مبنای فلز داشتیم، خاطرتون از قبل از بریک من خدمت عرض کردم، در واقع نظام پولی دو فلزی یا تک فلزی، اون زمانی که نظام پولی فلزی رو ما داشتیم، اون زمان هم در واقع پول حاکمیتی یا فیاتمانی بوده، فرقی نمی کرده. این آقای فریدمن، استاد برجسته دانشگاه شیکاگو و برنده جایزه نوبل، بهش اشاره میکنه، میگه حتی پول سکه طلا هم یک نوع فیاتمانی هست. چرا؟ برای اینکه میگه اون سکه طلایی که در جامعه مبادله میشه
ارزش پول از ارزش طلای اون سکه بالاتره. اگر بالاتر نباشه مردم اون پول رو آب خواهند کرد و از فلز اون پول استفاده خواهند کرد. یک زمان بارها شده در ایران وقتی که تورم بالا رفته مردم مسکوک رو ذوب میکنن و از فلزش استفاده میکنن. حالا مسکوک قبلا طلا بوده، الان مثلا نیکله یا آلیاژ مس، آلیاژ برنز، اینها رو مردم افرادی هستن سودجو هستن میبینن ارزش فلز از ارزش پول بالاتره. بنابراین پول نمیتواند باقی بماند مگر اینکه ارزش پول از ارزش فلز بالاتر باشد. پس ببینید اون فاصله بین ارزش مثلا طلا و ارزش اون سکه‌ای که ما مبادله میکنیم، اون فاصله میشه فاصله که حاکمیت به خاطر حکم، به خاطر قدرت حاکمیت این رو اعطا کرده به اون پول. بنابراین اون قسمتش در واقع ارزش فیات است، ارزشی است که حاکمیت منتقل کرده. اما در زمانی که در چند هزار سالی که پول بود ولی به صورت اسکناس نبود، به صورت پول الکترونیکی نبود، در دنیا ما یک معضل بزرگی داشتیم. اون معضل رو شما میشناسید. تقریبا در تمام ادیان به خصوص ادیان ابراهیمی یک گناه کبیره اقتصادی وجود داره و شاید تمام این ادیان دو سه تا گناه اقتصادی بیشتر ندارن. مثلا یکی کم‌فروشی است و دیگری رباست. ربا یعنی چی؟ ربا یعنی قیمت پول. دقیق فرمودید. در اقتصادی که پول در مبنای طلاست و طلا بسیار کمیاب است، پس کمیابی به پول سرایت می کند. کمیابی به پول سرایت می کند. بنابراین در وهله‌ای به میزان کافی پول در جامعه وجود ندارد. به میزان کافی پول در جامعه وجود ندارد. بله ببینید. پس ببینید چه اتفاقی می افتد. اگر مارجینال کاست یا هزینه حاشیه‌ای پول، هزینه حاشیه‌ای ایجاد پول خیلی بالا باشه، در اون اقتصاد اصلا نمیشه پول جدید شما به وجود بیارید. بنابراین چند هزار سال ممکنه این اقتصاد ادامه پیدا کنه بدون تورم. قابل توجه دوستان اینطوری بوده که در اقتصادهای سنتی وقتی جنگی میشده چون مقدار کالا کاهش پیدا میکرده تورم داشتن. تورم مثلا 100%، قیمت ها 100% میرفته بالا. بعد که جنگ تموم میشده دوباره تورم برمیگشته به سطح، یعنی قیمت ها برمیگشته به سطح سابق. پس تولید برمیگشته به سطح سابق، قیمت ها هم برمیگشته به سطح سابق. در این اقتصاد ها مطلقا تورمی در بلند مدت وجود نداشته چون مقدار پول، حجم پول ثابت بوده. در اقتصاد مدرن اومدیم، ما از ابداعی در ابتدا استفاده کردیم و اون پول کاغذی بود. دوستان کسی میدونه پول کاغذی اول در کدوم کشور ایجاد شد؟ کسی، اگر کسی میدونه بنویسید کدوم کشور بود پول کاغذی رو ایجاد کردن. آفرین. آره ببین چقدر متنوعه، چون که اشکال از شما نیست دوستان، اشکال از اینه که در کتاب‌های مختلف متفاوت ذکر شده. نه پول کاغذی از زمان گوبلای خان وجود داشته. گوبلای خان اگه خاطرتون باشه پادشاه چین بود در زمان، حداقل ما میدونیم که در زمان مارکوپولو که سفری به چین داشت این از پول کاغذی یاد کرده. مارکوپولو اون زمان نیست که تعجب داره چگونه ممکنه که این پول کاغذی استفاده بشه و بدون اینکه مشکل به وجود بیاد. بعد میگه چارهشو آقای گوبلای خان خیلی راحت متوجه شده بود. بله مغول بوده. بله ولی پادشاه، یعنی در واقع مغولان تسخیر کرده بودن. و این چه کار بیکرد؟ این در واقع اعلام کرده بود که هر کس اگر این پول کاغذی رو کسی در واقع به صورت فیک خودش به وجود بیاورد اعدام میشه. خب ببینید فیات از اون از همون وقت مطرح شده. ببینید یعنی ما یه پولی به وجود آوردیم که خیلی راحت ممکنه بقیه هم این پول رو به وجود بیاورن، ممکنه این پول رو جعل کنند، اما هزینه جعل رو در صورت کشف
به شدت بالا آورده. اینجا بود که کل ارزش، تقریبا کل ارزشی که اون پول نمایندگی میکرد، کل اون ارزش، ارزش فیات. دقت بفرمایید، کل اون ارزش، ارزش فیات. در دنیای سنتی ما تورم مطلقا نداشتیم، اما در دنیای سنتی یک مشکل بزرگی داشتیم، اونم این بود که پول چاپ نمیشد به اندازه کافی در اقتصاد. وقتی پول به اندازه کافی در اقتصاد چاپ نشه، خاطرتون از اولین جملاتی که ما شروع کردیم در این کلاس چه بود؟ آقای علیرضا اومدن بالا صحبت کردن، گفتیم که هر چقدر تعداد مبادلات در یک اقتصادی، اونم مبادلات اختیاری، هر چقدر افزایش پیدا کنه، سطح رفاه در اون اقتصاد افزایش پیدا میکنه. بنابراین در اقتصاد سنتی قبل از اقتصاد صنعتی مدرن که برای اولین بار در کشور انگلیس هم انقلاب صنعتی به وجود آمد، قبل از انقلاب صنعتی اصلا مفهومی تحت عنوان رشد به اون صورت وجود نداشته. توجه فرمودید؟ اندازه کافی را مقداری که در واقع پول نیاز بود در اون جامعه. اما خانم سویلا خیلی سوال خوبی رو مطرح کردید. از نشانش چیه که اندازه کافی پول وجود نداره؟ قیمت پول بالا میرفت. قیمت پول چیه اسمش؟ کی میدونه؟ اگر پول به اندازه احسنت، نرخ بهره، اگر پول به اندازه کافی وجود نداشته باشد، قیمت پول به بی نهایت میره، سر به فلک میکشه. در اقتصادی که نرخ تورم صفره، ولی شما ملاحظه میفرمایید نرخ بهره مثلا هست 100%، بعضی وقتها در ماه. چرا 100% در ماه؟ مثلا قحطی اومده، کمیابی وجود به وجود آمده، تقاضا برای وام افزایش پیدا میکنه، میزان پول محدوده، میزان کالا محدوده، این باعث میشد نرخ‌های بهره اصلا به صورت باور نکردنی افزایش پیدا کنه. طبیعی است که این نوع بهره‌ای که افراد اخذ میکردن کاملا غیر اخلاقی بود. توجه فرمودید؟ پس نرخ بهره چیزی نیست بجز قیمت پول، بجز ارزشی که پول امروز تبدیل میشه به پول فردا. فرد میگه من مثلا 1000 دینار دارم، 1000 ریال دارم، 1000 دلار دارم، این رو من به مدت 1 سال مصرف نمی کنم، در اختیار شما قرار میدم، شما در عوض این باید سال بعد به من فلان مقدار پول بیشتر بدهید. درسته؟ این میشه نرخ بهره. پس هزینه پول، هزینه استفاده از پول یا هزینه اجاره پول میشه نرخ بهره. پس بنابراین نرخ بهره یک هزینه اجاره است، پس همون رنته، یک اجاره پول، هزینه که شما پول رو قرض میگیرید یا پول رو اجاره میکنید. خب حالا دقت کنید، ما میخوام برسیم به سیستم دیجیتال. خب حالا اگر هزینه تمام شده ایجاد پول مثلا به اندازه 90 دینار باشه، اون سکه‌ای که شما به وجود آوردی 100 دینار باید باشه دیگه، و کمیابی برای پول وجود داره و شما نمیتونی بیشتر از این پول داشته باشی در جامعه، اون وقت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ وقتی در اندازه کافی پولی در جامعه وجود ندارد، خب هزینه پول سر به فلک میزنه ولی تورمی نداره. اقتصاد مدرن که به وجود آمد، هزینه حاشیه‌ای یا مارجینال کاست نشر پول تقریبا به صفر نزدیک شد. هزینه انتشار پول بر روی کاغذ به مراتب کمتر بود از ارزشی که روی کاغذ نوشته شده بود. ارزش پول 100 دلاری به عنوان مثال احتمالاً چند دلار بیشتر هزینه نداره. دولت آمریکا چند دلار هزینه میکنه، پول کاغذی دلار به وجود میاره. پول کاغذی دلار رو به زبان انگلیسی چی میگیم؟ کی میدونه؟ نفهمیدم. مانی نوت. نه دیگه اصفتون نکنه بابا. کش. آه بیل. یکی گفت بیل. ببین خب ماشاءالله. نگفتید. هیچ کدوم رو نگفتید. در زبان انگلیسی به صورت متداول و محاوره‌ای بهش میگن گرین بک.
گرینبک. خب اگر اینها رو ندونید وقتی اخبار انگلیسی گوش میدید، مثلا شبکه بلومبرگ یا MSNBC یا CNBC، وقتی به شبکه‌های اقتصادی گوش میدید متوجه نمیشید، چون میگه ارزش گرینبک امروز افزایش پیدا کرد یا کاهش پیدا کرد. گرینبک منظورمون چیه؟ منظورمون دلاره. چرا؟ چون دلار به رنگ سبز، اینجا میبینید دلاری که اینجا گذاشته رنگ سبز، هرچند که اخیرا به رنگ آبی تبدیل شده، تقریبا آبی شده. پس گرینبک یعنی دلار. برای ارزهای عمده جهانی اسپای خاص به کار میبرن. مثلا برای ارز استرالیا، دلار استرالیا میگن آزی. مثلا برای جی بی پی یا دلار ببخشید پوند انگلیس میگن استرلینگ یا بریتیش پاوند. برای استرالیا میگن آزی، برای پول نیوزیلند میگن کیوی. کیوی همون کیوی میوهی که میخورن، چون مشهور نیوزیلند به در واقع صادرات کیوی و محصول اصلش کیوی هست، به دلار نیوزیلند هم میگن کیوی. بالاخره اسم خاص داره که در محافل در بانک ها از این اسما بیشتر. بله لونی، لونی برای دانیا، لونی برای کانادا، درسته کاملا. برای اسم خاص هم به کار میبرن. صحبت بنده این بود، حاشیه رفتیم که کانادا دوستان بیدار بشن. صحبت بنده این بود که وقتی که هزینه تمام شده پول به شدت کاهش پیدا میکنه، خب هزینه تمام شده کاهش پیدا کرده، یعنی کشور میتونه تا اونجایی که نیاز باشه پول چاپ کنه. وقتی هزینه انتشار این پول نزدیک به صفر، شما انتظار دارید که در اون اقتصاد چی داشته باشید و چه نداشته باشید. چه داشته باشید در اون اقتصاد؟ بفرمایید. اگر در اقتصادی به راحتی بتونید پول چاپ کنید، تورم حالا خواهید داشت. تورم یک پدیده مدرن هست، نه یک پدیده سنتی. در دنیای ما قبل سنتی به ندرت آثاری از تورم، اونم تورم پایدار، دیده میشه. باریکم تورم داریم اما بهره نداریم. مگه میشه تورم داریم بهره نداریم؟ خب حالا من باید تعریف دیگه هم برای شما داشته باشم. ببینید، ما دو نوع نرخ بهره داریم. یه نوع نرخ بهره که شما در بازار میبینید، یه نوع نرخ بهره که در اقتصادها میبینید. آفرین آقای محمد جعفر، به درستی نوشتند. ببینید، مثلا الان نرخ بهره اوراق یا نرخ بهره سپرده های بانکی در ایران چقدره؟ 18%، 20%، 22%، 24%، قبول دارید؟ خب همین 3 سال پیش بازم نرخ بهره اوراق و نرخ بهره بازار بوده 18% و 20% و 22%. اما 3 سال پیش همه میرفتن تو بانک‌ها سرمایه گذاری میکردن، خیلی علاقه داشتن در اوراق سرمایه گذاری کنن و کسی استقراض نمیکرد به نرخ 18% و 20% و 22%. مثلا سال 96، الان شده سال 99، همه دنبال گرفتن وام. نرخ بهرهش همون نرخ بهره سابقه. چه چیزی تغییر کرده؟ احسن، سال 96 نرخ تورم ما بوده 8%، نرخ بهره ما بوده 20%. تفاوت تورم و بهره رو در کتاب‌های اقتصاد و در مقالات اقتصادی ما در نظر می‌گیریم. ببینید، این محل اختلاف بنده است با بعضی از سیاستگزاران محترم. دوست عزیزی از بهترین دانشگاه دنیا فارغ التحصیل شدن، اومدن اینجا مقاله‌ای رو مطرح می‌کنن، میگن اگر که نرخ بهره افزایش پیدا بکنه اقتصاد کشور فرو میپاشد. این مقاله رو من خوندم، این مقاله در سال 1981 نوشته شده. در ابتدای مقاله میگه بهره، میگه اینترست، اما در کانکلوژن به طور مشخص چند بار اشاره میکنه منظورش ریل اینترست است. ریل اینترست، نه اینترست، نه نامینال اینترست. نامینال اینترست اون نرخ 18% که شما الان در بازار ایران دارید میبینید که میگید هیچ فرقی نکرد. سال 96 نرخ سود سپرده بوده 18%، سال 99 هم هست. آفرین آقای فرشید، دقت کنید آقای فرشید چه نوشتن. سال 99 هم هست 18%. نه عزیزان من، اون مقاله سارجنت والاسی که دوستمون نوشتن، این مقاله هر وقت که در مورد نرخ بهره صحبت کرده منظور نرخ بهره واقعی بوده.
عزیز من، آقای محترم، اون زمانی که سال 96 شما نرخ بهره 18% داشتی، منظور این بوده که نرخ بهره واقعی شما، نرخ بهره واقعی شما، ریل اینترست ریت شما یا نرخ بهره واقعی شما بوده 18 منهای 8%، یعنی 18% نرخ بهره اسمی منهای 8% نرخ تورم چند درصد بوده واقعیش؟ مثبت 10%. در سال 98 وقتی نرخ تورم شما رسیده 40%، نرخ بهره شما همچنان 18%، تفاوت چقدر شده؟ نرخ بهره واقعی شما رسیده به منهای 22%. بنابراین در سال 96 هیچ کس، یک پاپاسی هم در بورس سرمایه گذاری نمی کرد. در سال 98 و 99 هر کس هرچی پول داره صف میکشن جلوی کارگزاری ها که حساب باز کنن، که پولشون رو از حساب بانکی منتقل کنن به کجا؟ سرمایه گذاری کنن در بورس. چرا؟ برای اینکه متوجه شدن در شرایط تورمی، علاوه رغم اینکه اقتصاد نخوندن، در دانشگاه برتر دنیا هم نخوندن، اما مردم متوجه میشن که ارزش پولشون در بانک داره از بین میره. همون مردمی که پول رو در سال 96 در حساب‌های سپرده سرمایه گذاری میکردن، در سال 99 و در سال 98 صف میکشن که وارد بورس کنن، یعنی پول رو از حساب سپرده خارج کنن. چرا؟ نرخ بهره باید نرخ بهره واقعی باشه و حتی با وام بیان تو بورس. دقیقا من خودم وام گرفتم رفتم تو بورس، دقیقا فرمودید، یعنی به نفع بنده است. با وام میگیریم یه در بورس. چرا؟ ریل اینترست ریت شما، نرخ بهره واقعی شما الان منفی شده، به نفع هر کسی است که وام بگیره حتی آتیش بزنه، نه که از بین ببره، ولی تو هر چه سرمایه گذاری کنه، در هر چه سرمایه گذاری کنه سود میکنه. از آنچه که در تحلیل اقتصادی مهم هست، نه نرخ بهره نامینال که نرخ بهره ریل اینترست ریت است. در مقاله سارجنت والاس این نرخی که ذکر میشه نرخ بهره واقعی است در ابتدا تا انتهای مقاله. خب اگر این همین مقاله رو ما در نظر بگیریم، میگه آقای محترم اگر دولت شما اگر نرخ بهره واقعی شما بیش از نرخ رشد اقتصادی شما باشه، شما در دراز مدت دچار مشکل میشید اگر اوراق منتشر کنید. خب سوال اینجاست، الان نرخ بهره ما چقدره؟ دوستان در محافل متعدد حضور پیدا کردن، حتی اسم بنده رو آوردن، بعضی گفتنشون نمیفهمه، بعضی وقتا گفتنشون غرض داره، ایشون میخواد کشور رو از بین ببره، میخواد دولت رو مجبور کنه با نرخ 30% وام بگیره. آیا این بوده یا نبوده؟ قطعا این بوده. شما که اون نرخ 30% رو نباید ببینی عزیز من، اون که بهش میگن نامینال اینترست ریت، اون که بهش میگن نرخ بهره اسمی. نرخ بهره واقعی دولت حتی با نرخ 30% منفی است در شرایط منفی، یعنی دولت وام میگیره، بدهیش کوچکتر میشه بعد از یک سال. چرا نباید دولت از این موقعیت استفاده کنه؟ به نرخ تورم رو کاهش بده، رشد اقتصادی رو افزایش بده، وقتی که نرخ بهره واقعی شما منفیه. پس دقت فرمایید. پس ببینید، اینم یک بحث دیگه که من می‌خواستم برای شما انشالله اینها باز بشه. پس ما تفاوتی داریم بین نرخ بهره اسمی و نرخ بهره واقعی. خیلی خوب. حالا صحبتمون این چی بود؟ صحبتمون این بود که در دنیای مدرن شما تورم داری. به راحتی ممکنه که برسه به ابر تورم. کشوری چرا به ابر تورم برسه؟ چون دیگه حتی برای ایجاد پول حتی شما احتیاج ندارید مثلا اسکناس چاپ کنید. اسکناس چاپ کردن هم احتیاج ندارید، فقط کافیست افرادی انگشت خودشون روی صفحه کلید کامپیوتر بگذارن و فشار بدهند. برای اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مثلا پایه پولی 300 هزار میلیارد تومانی رو تبدیل بکنه به 600 هزار میلیارد تومان، فقط کافی است در داخل کامپیوتر در بازار بین بانکی 300 هزار میلیارد تومان جدید وام بده به بانک‌ها.
به همین راحتی. چگونه وام میده؟ در حساب سپرده هر بانکی نزد بانک مرکزی یه سری عدد تایپ میکنی، به همین راحتی در نظام مدرن پول خلق میشه. بنابراین در نظام مدرن اینجوری نیست که من خدمت شما بگم هزینه حاشیه پول یا مارجن، چشم آقای سامان تعریف بگم بگم نباشه، هزینه حاشیه پول یا مارجینال کاست پول پایینه. نه عزیزان من، مارجینال کاست پول پایین هم نیست، مارجینال کاست پول قطعا صفره، صفر. یعنی اصلا پول ایجاد اعتبار احتیاج به هزینه نداره. وقتی که اینطور بود، اگر مراقب نباشید، اگر از مباحث اقتصاد پولی مدرن استفاده نکنید، تورم شما ممکنه مثل ونزوئلا برسه به بالای 1,000,000%. یکی از توفیقات کشور ونزوئلا و آقای مادورو اینه که میگه احتمالاً سال بعد تورم رو از چند میلیون درصد به چند ده هزار درصد کاهش خواهد داد. همه دنیا برایشون تاپ میزنن، آفرین تورم چند میلیون درصد دیگه، چند هزار، چند ده هزار درصد. اگر ما هم مراقب نباشیم، متاسفانه ما یک تفکر ضد اندیشه مدرن و حتی ضد اندیشه دینی داریم در کشورمون که فکر میکنیم ما تافته جدا بافتیم. اتفاقا من این رو در بعضی کشور دیگه، چون من اطلاع دارم در چند تا کشور زندگی کردم، در برخی کشور دیگه هم اینو دیدم. مثلا مردم آمریکا هم تصورشون پس ذهنشون اینه که ما با بقیه دنیا فرق داریم. یا مثلا حالا بعضی از کشورهای دیگه، مثلا اسرائیل هم همینطور فکر میکنن، میگن که ما بنده برگزیده خدا هستیم. مردم ما اینطوری فکر میکنن، مثلا تصورشون پس ذهنشون همه این هست. حالا مثلا نژاد ما برتره، یا مثلا کشور شیعه تحت در واقع توجهات هست. بله همه اینا هم هست، ولی شما وقتی که مراعات نکردی، در مرکز دینی کشور هم کرونا خواهد اومد. و اگر ملاحظه نکنیم، من خدمت شما عرض میکنم، ما در سال 98 شانس آوردیم که دچار ابرتورم نشدیم. یک شانس بزرگی بود که دلیلش هم تحریم بود. یعنی اینها تحریم رو به وجود آوردن که ایران دچار ابرتورم بشود، ولی عدو شود سبب خیران خدا خواهد. برعکس شد. حالا چرا برعکس شد؟ بعدا خدمتون توضیح میدم. ایران دچار ابرتورم نشد به خاطر همین تحریمی که به وجود آمد. اما مسئله این بود که کشور امورقرای دنیای اسلام هم اگر توجه نکند به تجربیات بشری، به علم بشری، این کشور هم ممکنه که دچار ابرتورم بشود. خب برگردیم به دنیای مدرن. در دنیای مدرن هزینه تاپ پول، هزینه ایجاد اعتبار صفره، هزینه ایجاد تعهد صفره. وقتی اینطور بود، تورم یک پدیده مدرنه، ولی نرخ بهره واقعی در بلند مدت به سمت صفر میل میکنه یا حوالی صفر نوسان میکنه. یعنی اگر کشوری در یک برهه از زمان مثلا نرخ بهره واقعی مثبت 10% رو پذیرفت، مثل اون کشور خاصی که بین سالهای 95 تا 97 نرخ بهره واقعی بسیار بالا رو پذیرفت، بالای 10% نرخ بهره واقعی رو پذیرفت، اگر چنین باشه، اون وقت پیش بینی این هست که در وهله بعدی، در مدت بعدی پس از این قضیه، حالا تورم خیلی بالا داشته باشه، نرخ بهرهش منفی بشه. متوسط چه که نگاه میکنیم، متوسط نرخ بهره واقعی باید حدود صفر باشه. اگر اینطور بود، سیاست گذاری پولی ما اتفاقا روی نرخ بهره است. عزیزان من، روی کدوم نرخ بهره؟ دقت بفرمایید، سوال بنده این بود. سیاست گذاری ما روی نرخ بهره است. روی کدوم نرخ بهره؟ روی نرخ بهره واقعی. بله بین بانکی، ولی واقعی. نرخ بهره واقعی رو باید در نظر بگیریم. یعنی هر محاسبه‌ای که خواستیم انجام بدیم، نرخ بهره اسمی منهای تورم رو در نظر نوشتن. هزینه چاپ پول با هزینه اعطای اعتبار یکی نیست. نه خیر، هزینه چاپ پول با هزینه اعطای اعتبار کاملا یکی هست. ما میخواییم در این دوره به این مسائل برسیم، ولی نیاز به توضیح داره که بعداً خدمتون توضیح خواهم داد. بنابراین همواره در تحلیل‌های خودتون، چه به عنوان پژوهشگر، چه به عنوان تحلیلگر اقتصادی و چه به عنوان سرمایه گذار، فاصله بین نرخ بهره اسمی و نرخ تورم
رو باید مد نظر قرار بدهیم. خب این از این قضیه. من خدمت امیدوارم که توضیحات خوبی داده باشم. اما برگردیم به انواع پول چی؟ ببینید یک پول دیگری که بانک مرکزی درست میکنه و تحت عنوان تعهد بانک تجاری شناخته میشه، پولی است که در بازار بین بانکی، بازار بین بانکی بازاری است که بانک مرکزی به وجود میآورد تا بانک هایی که عضو بازار بین بانکی بانک مرکزی هستند بتوانند مبادلات خودشون رو از اون طریق انجام بدن و به طور شبانه تسویه انجام بدهند. دقیق فرمودید؟ پس یک پولی نیاز هست، جنس اون پول از نوع الکترونیکی است، این پول تنها و تنها در بازار بین بانکی سیرکولیت میکنه، در جریان اون پولی که بانک مرکزی به وجود می آورد و مورد استفاده بانک های تجاری برای تسویه قرار می گیرد، اون پول هیچ وقت وارد چرخه پولی جامعه نمی شود. دقیق فرمودید؟ پس پولی وجود دارد که تنها و تنها در اختیار بانک هاست. در اختیار کدوم بانک ها؟ نه همه بانک ها، در اختیار بانک هایی که عضو بانک مرکزی هستند. مثلا در ایران صندوق های قرض الحسنه عضو بازار بین بانکی بانک مرکزی نیستند. در ایران شرکت های مالی اعتباری غیر بانکی، اونا که بانک هستند، چرا میشه میگن غیر بانکی؟ به خاطر اینکه عضو بازار بین بانکی بانک مرکزی نیستند. ما به این پول که در بازار بین بانکی جریان پیدا میکنه میگیم پایه پولی. قطعا بودید؟ به این پولی که در بازار بین بانکی جریان پیدا میکنه ما میگیم پایه پولی. اجازه بدید چند دقیقه دیگه حداقل ما ادامه بدیم و انشالله بعدش هم در خدمتون هستیم که خیلی خوب. احسنت و آقای امین. ببینید این پولی که در بازار بین بانکی هست مجموع شما بهش میگیم پایه پولی، چون پایه ای میشود که بانک ها چون میدونن میتونن در بازار بین بانکی، اگر بانک ها پولی را ایجاد کردند، تسهیلاتی اعطا کردند یا سود سپرده ای پرداخت کردند، اما همین بانک ها نتونن در بازار بین بانکی تسویه کنند، دچار مشکل می شوند. بنابراین یک مانیتری بیس وجود داره، یک پایه پولی در بانک مرکزی وجود داره که بانک ها به صورت روزانه این تسویه رو انجام میدن. حالا عرض میکنم آقای مرداد این درست نبود، نیست وام شبانه یک مقدار فرق داره. خب حالا ما به کل اون پولی که در بازار بین بانکی وجود داره میگیم پایه پولی. دوستان من یادتونه براتون M1 رو تعریف کردم، M2 رو تعریف کردم. در M1 و M2 در اون محاسبات ما همیشه پایه پولی هم اضافه میکنیم، ولی پایه پولی جنسش فرق میکنه از سایر اجزای نقدینگی. پایه پولی فقط در بازار بین بانکی، فقط بین بانک ها. دقت فرمودید؟ خب حالا دقت کنید دوستان، من عرض کردم در بازار بین بانکی دیگه. پس ببینید بانک مرکزی ایران به عنوان مثال 30 تا یا 32 تا مؤسسه بانکی داره که اینها عضو، یا مثلا 25 تا، من دقیقاً عدد دقیقش رو نمیدونم، حالا دوستان خورده نگیرن، یه تعدادی بالای 20 تا مؤسسه وجود دارن که عضو بازار بین بانکی بانک مرکزی هستن. در واقع بانک مرکزی یک بانکیه که به جای اینکه هزاران حساب درش باشه تعداد 20 تا حساب بیشتر درش نیست. هر کدوم از بانک‌ها یک حساب اونجا دارند. هر کدوم از بانک‌ها یک مقداری اونجا پول دارند. چه نوع پولی؟ از نوع پایه پولی، از نوع پولی که نمیتونن خارجش کنن، همیشه اونجا میمونه. خب ما به اون حساب، اون مانده حساب هر کدوم از بانک ها در بازار بین بانکی میگیم سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی یا ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی. ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی. افتاد؟
مجموع ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی به علاوه بر بانک ها فقط یک موجود دیگر هست که در بازار بین بانکی حساب داره. کی میدونه اون موجود کیه؟ اون موجود چیه؟ به جز بانک ها آفرین. دولت هم یک حساب داره. دقیق فرمودید؟ پس دولت یک حساب داره که سپرده های دولت در اون هست. بقیه بانک ها هم حساب هایی دارن که سپرده بانک ها در اون هست. همه شو رو هم دیگه ما میگیم پایه پولی. ولی تک تک اونا رو میگیم یا میگیم ذخایر. منتها تک تک اونا رو میگیم ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی. خیلی خوب. بله قطعا دولت برداشت نمی کنه که در جامعه خرج کنه. ولی دولت به حساب بانک ها منتقل می کنه در همون بازار بین بانکی و بانک از طرف دولت حقوق دستمزد میده. بانک از طرف دولت پرداخت ها رو انجام میده. این که رابطه یک دولت از یک طرف و بانک ها از طرف دیگر چگونه هست، این حالا محل بحثه که سیاست گذار پولی و بانکی باید حواسش به اینها باشه. به یک زمانی مثلا دولت قبل از این که حقوق بده معمولا حساب دولت به شدت رشد میکنه، چون دولت داره پول جمع میکنه در طول ماه که آخر ماه اضافه حقوق بده. دقیقا فرمودید سر برش حقوق بده. پس بنابراین مقدار ذخایر در بازار بین بانکی کاهش پیدا میکنه. وقتی که دولت حقوق پرداخت میکنه یه دفعه برعکس میشه. دولت آخر ماه نباید چیزی اصلا تو حسابش باشه. یعنی شما آخر ماه چیزی در حساب دولت نیست. همش منتقل میشه به حساب بانک ها نزد بانک مرکز. بنابراین رفتار دولت که یک رفتار تقریبا قابل پیش بینی هست خیلی تأثیر داره در مدیریت خرد بازار بین بانکی. در طول ماه روزهایی وجود داره که ذخایر بانک ها کاهش پیدا میکنه، ذخایر دولت افزایش پیدا میکنه و روزهایی وجود داره که کاملا عکس این میشه. بنابراین مجموع ذخایر میتونه بگه تغییر نکرده، ولی از دولت به نظام بانکی ممکنه منتقل بشه یا از نظام بانکی به دولت ممکنه منتقل بشه. سوال: این ذخایر بانکی یا این پایه پولی را چه کسی به وجود می آورد؟ سوال کردم. این چه سوال خوبی پرسیدم استاد. حساب دولت نزد بانک مرکزی جزء پایه پولی هست؟ بله، حساب دولت در نزد بانک مرکزی کل مجموع ذخایر نزد بانک مرکزی رو ما جزء پایه پولی در نظر میگیم. خب پایه پولی به صورت M0 هم بعضی وقتا ازش نام میبریم. پایه پولی بخشی از M1 هم که بخشی از M2 بود. اینها به هم دیگه اضافه میشه. پس در نقدینگی کشور که محاسبات انجام میشه و اعلام میشه مقدار پایه پولی هم هست. ولی این پایه پولی مبلغی نیست که در اختیار جامعه قرار بگیره. دوستان سوال ازتون میپرسم، پایه پولی در ایران چه مقداره؟ کسی میدونه؟ نه دیگه، 2000 تا نیست. نه بله آقای فرید درست گفتن، حدود 300,000 میلیارد تومان، کمتر از 300,000 میلیارد تومان. الان داره میرسه به 300,000 میلیارد تومان. کل نقدینگی جامعه هم 2300-400 میلیارد تومان هست. خب ببینید، حالا این ذخایری که بانک ها نزد بانک مرکزی دارن، بانک مرکزی اعلام میکنه به بانک ها که بانک های محترم شما باید حداقل هر روز یک مقدار خاصی مانده حسابتون باشه. ته حسابتون نزد من باید این مقداری باشه. نه اینکه یک حساب یکی از بانک‌ها صفر بشه، حساب یک بانک دیگه مثلا دو برابر بشه. باید یک مقداری ته حسابتون شما نگه بدارید. این مقداری که بانک‌ها موظفن ته حسابشون داشته باشن تحت عنوان ذخیره قانونی یا سپرده قانونی ما میشناسیم. خب اما هیچ خطکشی نیست، یعنی اینجوری نیست که جدا باشه. ببینید مثلا بانک ملت رو در نظر بگیرید.
مثلا بانک ملت ممکنه 15000 میلیارد تومان کلا ذخایر داشته باشه امشب تو حسابش، 15000 میلیارد تومان تو حسابش، مثل هر فردی که در بانک حسابی داره و مانده داره اون حسابش، مانده بانک ملت امشب مثلا 15000 میلیارد تومان هست. از این 15000 میلیارد تومان بانک مرکزی برای بانک ملت تعیین کرده، مثلا میگه 12000 میلیارد تومان شما باید سپرده قانونی میداشتید. دقیق فرمودید؟ پس 12000 میلیارد تومان از اون 15000 میلیارد تومان رو نه اینکه جدا کنیم، ما اسمشو میگذاریم چی میگذاریم؟ سپرده قانونی یا ذخیره قانونی. بین 12000 میلیارد تومان تا 15000 میلیارد تومان میشه 3000 میلیارد تومان، درسته؟ اون 3000 میلیارد تومان رو ما اسمشو میذاریم ذخایر مازاد یا سپرده مازاد یا ذخایر اضافی. دقت فرمودید؟ حالا ما چرا بانک مرکزی اومده بوده ذخایر مازاد؟ آفرین آقای مهدی، یک سوال خیلی خیلی خوب کرد، جای تأسف برای کشور ما. من واقعا باور نمی کردم تا وقتی اومدم در ایران، من باور نمی کردم که بانک مرکزی تصوری که از این سپرده قانونی داره انقدر واقعا نمیدونم چطور بگم مضحکه. ببینید بانک مرکزی اومده اون 12000 میلیارد، چرا اون 12000 میلیارد تومان ما در دنیا به عنوان سپرده قانونی در نظر گرفتن؟ گفتن که خب اگر بانک میخواد تسویه انجام بده، بله آقای علی، ذخیره قانونی ذخیره از کشور الان دیگه وجود نداره. نه دیگه آقای حسام الدین، این کف کوریدور چیه؟ نزد من ربطی به الان بعدا در مورد صحبت میکنیم. ولی ببینید در خیلی از کشور الان اصلا ذخیره قانونی دیگه وجود نداره. ببینید دلیل وجودی سپرده قانونی رو ببینیم چیه. سپرده قانونی بانک مرکزی وضع میکند که بانک ها یک حد اقلی رو همیشه نگه دارن که در بازار بین بانکی دچار مشکل نشوند. توجه فرمودید؟ ولی در ایران نمیشه از اون مقدار سپرده قانونی استفاده کرد. یعنی دقیقاً نقض غرض، دقیقاً معکوس، دقیقاً عکس. اصلا متوجه نشده مثل اینکه این بندگان خدایی که احتمالاً این مثلا از دهه 40 تا امروز ادامه داشته و کسی متوجه نشده. من تعجب میکنم آیا مثلا افرادی که کارشناس هستن مثلا این مطالب خوندن نخوندن، اصلا آشنایی دارن چرا ما سپرده قانونی میگیریم؟ نه خیر، مطلقا به خاطر جلوگیری از هجوم بانکی نیست، مطلقا. دوستی فرمودم که مگر بازل سه اجرا نمیشه؟ اگر قرار بود این چیزا اجرا بشه در کشور ما اینقدر مشکل نداشتیم. تازه ما زحمت کشیدیم بازل دو که میدونیم بازل دو شکست خورده، میدونیم بازل دو مشکل داره، تازه زحمت کشیدیم بازل دو رو ترجمه کردیم به الان. بازل یک هم نیستیم، بازل یک هم مراد نمیشه هیچ. بعدم در مقررات بازل که کفایت سرمایه نداریم، ما اصلا کفایت ببخشید کفایت سپرده قانونی یا کفایت وجوه نقد به این صورت که نداریم که. پس ببینید اگر یه وقتی تقاضایی که نیست، ولی اگر یه وقتی تقاضایی بود، من اینا رو تدریس میکنم که این مقدار سپرده قانونی چگونه محاسبه بشه و چگونه اعمال بشه، این بخشی از مدیریت نقدینگی بانک هاست. توجه فرمودید؟ واقعیتش این هست که در دنیا به این نتیجه رسیدن که این سپرده قانونی متوسط مثلا دو هفته ای مانده حساب باشه. یعنی بانک بتونه یه روز کامل اینو استفاده کنه به صفر برسه، روز بعد باز مجددا رشد کنه بیاد بالا. متوسطش در طی 10 روز کاری یا دو هفته تقویمی باید مثلا در حد سپرده قانونی باشه. تازه اون هم در خیلی از کشورهای دنیا منسوخ شده و ملغا شده. پس ما متوجه شدیم بانک مرکزی سه نوع پول به وجود می آورد. بفرمایید بانک مرکزی سه نوع پول به وجود می آورد. اول اسکناس رو چاپ میکنه، دوم سکه رو ضرب میکنه، سوم پایه پولی رو با انگشت ریاست بانک مرکزی تایپ میکنه. سه نوع پول بانک مرکزی به وجود میاره. اگر دقت نکنه راحت این تایپ
اعداد رو انجام بده، خب ما دچار فاجعه میشیم و ما میریم به سمت تورم و ابر تورم. خب آقای مهرداد سوال خیلی خوبی پرسید، من الان دیگه به سوالاتون پاسخ میدم. آقای مهرداد سوال، اگر دوستانی میخوان تشریف ببرن، تا همین اسلاید فعلا امروز متوقف شد، عذر میخوام اگر ادامه ندادم، ولی خدا رو شکر که ما مطلب رو تونستیم، یک سری مطالبی رو که واقعا همم نمیدونن اینجا خدا رو شکر تونستیم مطرح کنیم و بگیم. خب گفتن آقا بازار بین بانکی برای چیه؟ فلسفه چی؟ اصلا چرا باید؟ عزیز من، وقتی که شما مثلا یک حسابی رو مثلا از طریق موبایلت یا مراجعه میکنی به شعبه بانک، یک پول رو منتقل میکنی به حساب مثلا برادرت، ولی حساب برادر در بانک دیگری است، این پول باید از حساب شما بره در حساب برادرت قرار بگیره. این تا دو تا مرحله داره، یکی اینکه بانک شما و بانک برادرتون، بانک ملی و بانک ملت میگه آقا این پول منتقل بشود، بانک ملی و بانک ملت میگه، بانک ملت تایید میکنه این پول منتقل میشود به حساب برادر شما، ولی تا فردا نمیتونی استفاده کنی. چرا؟ برای اینکه آخر شب بانک ملی و بانک ملت باید با همدیگه تسویه کنن، همینجوری از غیب پول میتونه به وجود بیاد، ولی باید تسویه حتما حتما انجام بشه. این یک مسئله. مسئله دوم، اجازه بدید من یکی یکی بیام پایین ببینم که چی شد. بله، این بازار بین بانکی خدمتتون توضیح دادم، برای تسویه نقل و انتقالات پول در جامعه احتیاج به بازار بین بانکی داره. آقای محمد گفتن یعنی تمام پولهای سپرده شده نزد بانک‌ها منتقل میشه تو حساب مطلقاً. آقای محمد، یعنی فقط شما وقتی که شما یک پولی رو میخواید منتقل کنید به یک بانک دیگه، بانک نمیره اون پول رو به صورت فیزیکی منتقل کنه، بانک ملت به بانک ملی اسکناس و مسکوک منتقل نمی کنه، معمولا به ندرت این اتفاق میفته که اسکناس و مسکوک منتقل بشه، از حساب خودش نزد بانک مرکزی به حساب بانک ملت یک انتقالی انجام میشه، نه اینکه همه این پولی که در بانک سپرده شده نزد بانک مرکزی هم سپرده شده باشه. عرض کردم مقدار پولی که در جامعه هست چند برابر پولی است که در بانک مرکزی سپرده شده. این دلیل اون توهمی است که تحت عنوان ضریب فزاینده شناخته میشه. چرا؟ برای اینکه عرض کردم الان مثلا در ایران پای پولی 300 هزار میلیارد تومانه، ولی نقدینگی 2300 هزار میلیارد تومانه. پس نقدینگی تقریبا حدود مثلا 7 برابر 8 برابر، معمولا بین 7 تا 8 برابر پای پولی است. اما این به دلیل یک رابطه مکانیکی نیست که 7 8 برابر در واقع نقدینگی 7 8 برابر پای پولی است، بلکه به دلیل اینکه این مقدار نقدینگی احتیاج هست که یکی سیاست‌های احتیاطی بانک مرکزی یعنی سپرده قانونی رو بانک‌ها مراعات کنن و دیگری اینکه بتونن تسویه رو بین بانکی انجام بدن. متاسفانه در ایران تسویه از محل مازاد، از محل اون سپرده مازاد هست که تسویه بانکی باید صورت بگیره، نه از محل کل سپرده بانک نزد بانک مرکزی. که عرض کردم این اشتباهی است که به نظر میرسه اساتید اقتصاد ما و مسئولان بانک مرکزی در طی 50 سال گذشته به طور مکرر متاسفانه دچار این اشتباه شده اند. خواهش میکنم آقای سروش. آقای محمد رضا، استاد انواع پولی که بانک مرکزی به وجود میاره را دوباره میگید، صداتون قطع شد. بله، یکی اسکناس هست که چاپ میکند بانک مرکزی، یکی مسکوک هست یا سکه هست که بانک مرکزی ضرب میکند در ضراب خانه بانک مرکزی، و سومی پایه پولیست که بانک مرکزی در واقع با اثر انگشت یا تایپ میکنه بانک مرکزی و بدین صورت به صورت الکترونیکی پول خلق میکنند. آقای مهدی شما خسته نباشید. آقای مصطفی، این پولی که بانک های تجاری خلق میکنند آیا تورم میسازه؟ نه لزومن، ممکنه تورم بسازه، ممکنه حتی ضد تورمی باشد. آقای مصطفی، ما میخوایم تو این دوره و دو دوره آینده توضیح بدهیم که چه زمانی پولی که بانک تجاری ایجاد میکنه تورم خلق میکنه و چه زمانی پولی که بانک تجاری خلق میکنه نه فقط تورم خلق میکنه که میتونه مفید به حال اقتصاد باشه.
در یک جمله بخوام خدمت شما عرض کنم این است که اگر رشد پول بر رشد تولید فزونی پیدا کند، تورم به وجود می آید. اگر رشد پول از رشد تولید جا بماند، رکود به وجود می آید. و اگر تناسبی بین رشد پول و رشد تولید وجود داشته باشد، اقتصاد شکوفا می شود. ای وای آقای علی، خیلی سعی کردم ساده این مطالب رو مطرح کنم، شرمندم، این مطالب مشکلیه، ولی دوستانی که مطلع بودن احتمالاً اینو دارم حوصله‌شون سر رفته. من تلاش خودم رو میکنم تا حد امکان که این مطالب رو در با ساده ترین زبان خدمت شما مطرح کنم. احمد سپرده قانونی، مگه جلوی رشد فزنده پول نمیشه؟ نه عزیز من، سپرده قانونی در اکثر کشورهای دنیا منسوخ شده. سپرده قانونی الان در ادبیات روز دنیا هم اصلا به عنوان یک ابزار سیاستگذاری پولی به حساب نمی آید. تمام، نقطه سر خط. سپرده قانونی ابزار سیاستگذاری پولی دیگر در دنیا نیست. نقش امسه چیز؟ خب نقش هر کدوم از اینا در اقتصاد نقش خاص خودشو داره، ولی عرض کردم خدمتتون اتفاقا نقش امسه خیلی نقش مسئله ای که در بانک مرکزی ما اعلام شد تحت عنوان سالم سازی نقدینگی، باید از محل امسه صورت می گرفت. یعنی باید ما سیدی به وجود می آوردیم و اوراق به وجود می آوردیم تا بتونیم در واقع سالم سازی نقدینگی داشته باشیم. دوستان، این بحث سالم سازی نقدینگیش ممکن بود درست باشه، ولی چون تعریف امسه را نمی دونستند و با این انواع پول و این آشنایی درستی از نظر ماهوی نداشتند، اصلا این بحثی بحث انحرافی بود. یعنی اینجوری مطرح شد که بله، در گذشته نقدینگی به وجود می آمد و تورمزا بود، ولی از امروز به بعد چون ماها هستیم دیگه تورمزا نیست، چون دولت تدبیر امیده. و دیدیم که این حرف پوچی بود و همه اون نقدینگی در نهایت به تورم تبدیل خواهد شد. والا دو تا کتاب معرفی کردم، دیگه از من نخواهید فعلا، چون مطالبی که من مطرح میکنم خدمت شما، این مطالب رو واقعا اگر شما خودتون بخواید بخونید خیلی خیلی وقت گیره. یعنی کتاب به زبان فارسی که نمیدونم، الان نمیدونم کتاب مثلا منکیو چطور ترجمه شده، باید ترجمه رو ببینم. ولی مثلا حتی کتاب منکیو هم اینا رو نداره. کتاب مشکین که الان در دانشگاه تهران یکی از اساتید تدریس کرده، کتاب مشکین مثلا فصل 15 14 15 16 اینها به صورت خیلی مختصر این مطالب رو اخیراً آورده. ولی حتی این نگرش مدرن‌تر که در جلسات آینده مورد بحث قرار خواهیم داد، در اون کتاب هم نیست. این چاپ پولی که میشه تو اقتصاد و مدرن دست کی میرسه؟ دست من و شما میرسه، دست همه افراد میرسه. چاپ پولی که انجام میشه در واقع از محل ایجاد تسهیلات، وقتی بانک وام میده پول خلق میکنه، خلق اعتبار انجام میده. اون خلق اعتبار خودش چاپ پوله، خودش ایجاد پول جدیده. یک نوع پول دیگه، کانال دیگری هم چاپ پول داره، ایجاد اعتبار داره، اون هم از محل پرداخت سود سپرده است. اگر خلق پول صورت بگیره، ما اسمش چاپ پول نمیذاریم، خلق پول میذاریم. اگر خلق پول ایجاد بشود توسط بانک‌های تجاری اما محو پول صورت نگیرد، اون وقت شما افزایش سطح نقدینگی خواهید داشت و در نهایت افزایش تورمی انجامد. متاسفانه آقای امیرحسین، سپرده قانونی رو متوجه نشدم، اگه میشه توضیح بدید. سپرده قانونی این هست که بانک‌ها، هر کدوم از بانک‌ها حسابی نزد بانک مرکزی دارن. بانک مرکزی میگه حداقل این مقدار باید ته حسابتون آخر شب پس از تسویه باقی بمونه، وگرنه جریمتون میکنن. در سایر نقاط دنیا سپرده قانونی در واقع یک حداقل مانده است که بانک‌ها باید در مدت 2 هفته به طور متوسط نگه دارن، داشته باشن در حساباشون. در ایران سپرده قانونی مثل همه چیزایی که ما در این کشور داریم به صورت داغ و درفش و بالاخره، یعنی اصلا اون سپرده قانونی نمیشه برای تسویه بین بانکی استفاده کرد. فلسفه سپرده قانونی این بوده که یک حداقل مانده‌ای در حساب‌های بانکی برای تسویه شبانه باشد. متأسفانه در کشور ما نقش امسه رو توضیح دادم. من متوجه نشدم اونجایی که گفتید مردم چرا پول رو
توی سال 96 تو بانک گذاشتن و بعد سال 98 در آوردن تو بورس گذاشتن. عرض کردم خدمتون دیگه آقای محمد امین، ببینید در سال 96 نرخ تورم ما بوده 8%، نرخ تورم تولید کننده ما در برخی از ماها منفی بوده. طبیعیه که مردم پولاشون از تولید خارج کنن، از بورس خارج کنن، بذارن تو بورس، ببخشید بذارن توی حساب بانکی. چرا؟ چون حساب بانکی به آدم و افراد عادی مثل بنده 15% و 18% میداد، به افراد ویژه و خاص و بالاخره افراد با مکنت بالاتر با نرخ 22 و 23 و 24% نظام بانکی سود پرداخت میکرده. بنابراین اگر نرخ بهره واقعیش رو حساب میکردیم خیلی بالا بوده. نظام بانکی ما یکی از معدود نظام های ربوی در سطح دنیا است. الان نظام ربوی در دنیا بر افتاده، نظام بانکی متعارف اصلا ربا درش وجود نداره. من خدمتون عرض کردم تعریف ربا هم همون نرخ بهره واقعی است جناب آقای محمد امین. وقتی بانک میاد با نرخ بهره واقعی 15% و 10% سود سپرده میده، تمام فعالیت اقتصادی باید متوقف بشه، همه باید پولش رو ببرن تو بانک همونطور که بردن. اما در سال 98 وقتی نرخ تورم شما 50%، سود بانکی شما 15%، یعنی شما 35% داری ضرر میکنی. طبیعیه که پولتو از بانک خارج کنی بذاری تو بورس. چرا؟ چون بورس در یک سال بالای 200% سود. از کارت به کارت آنی چطور تصفیه میشه؟ خیلی سوال آفرین آقای سروش. دیگه در دوره بعد خدمت رو بده توضیح بدن دیگه. این تصفیه بین بانکی میتونه به صورت چند بار در روزم انجام بشه. دقت فرمودید. برای حساب های کوچیک اصلا بانک ها حتی تصفیه رو در انتهای روز که انجام میدن، تصفیه آنی رو همون وقت انجام میدن. ولی اگر که شما بخواید مثلا 5 میلیارد تومان رو منتقل کنید، باید بانک ها با هم دیگه تسویه انجام بدن. بنابراین یا میفته روز بعد، یا اگر مبلغ خیلی بزرگ باشه و هماهنگی انجام بشه، به صورت خاص در طول روز بین دو بانک این وجه مبادله میشن. آقای امیرحسین، یعنی عملا بانک ها از ذخیره قانونی نمیتونن استفاده کنند؟ ای با نه، در ایران نه، ولی در سایر نقاط دنیا چرا؟ بله، متاسفم که در ایران حتی فلسفهش هم به نظر میرسه متوجه نشدن. اگر ابرتورمی رخ دهد بهترین جا اینکه میتونم من حدود 20 تا کتاب خدمتتون معرفی کنم در زمینه اقتصاد پولی. ولی در زمینه اقتصاد پولی مدرن کتابی هم که هست، یک کتاب زبونه با این زبانی که بنده دارم با شما صحبت میکنم با این زبان نمیان ارائه بدن. یعنی کتاب میشه کتاب پیشرفته، چون فرض برای اینه که فرد همه این مباحث رو میدونه، حالا میخواد آشنا بشه که مثلا خلق پول از راه مثلا پای پولی اول شکل نمیگیره. خلق پول اول در نظام بانک تجاری شکل میگیره. ببینید در مورد مثلا در مورد درونزایی پول داره صحبت میشه. درونزایی پول یعنی پول رو بانک مرکزی نیست که اهرمشو در دست گرفته و فرمونشو در دست گرفته، بلکه نظام بانکی است. این درونزایی پول یک مبحثی است جدیده، یک مبحث 20-30 سال است که برای اولین بار در اقتصاد در 1990 مطرح شد. ولی واقعا اینه که بعد از بحران 2008 همه گیر شد و مورد اقبال قرار گرفت. در کتاب های دیگه این مسائل متاسفانه نیست دیگه، مگر کتاب های خیلی بغرنج علمی. استاد، رابطه وام شبانه با بازار بین بانکی چیه؟ یکیه دیگه. ببین بازار بین بانکی باید تسویه صورت بگیره. حالا اگر یک بانکی کم آورد میره وام میگیره از یک بانک دیگه. اگر هیچ بانکی بهش وام نداد میره از بانک مرکزی وام میگیره. به همین راحتی. خانم ناهید، در حال حاضر از سپرده قانونی چه استفاده می شود؟ عرض کردم سپرده قانونی به عنوان یک محدودیتی در نظر گرفته میشه برای خلق پول. ولی اگر بانکی خواست خلق پول انجام بده، مگر معطلی این حرف باست؟ مثلا اون بانکی که رفته یک مال خیلی بزرگ ساخته، مگر معطلی این بوده که حالا مثلا سپرده قانونیش تامین شده یا نشده؟ این حرفا چیه؟ همینجا از خدمت شما دوستان خداحافظی میکنم، تشکر میکنم از حوصله‌ای که به خرج دادید و فردا انشاءالله کلاس رو در ساعت 5 شروع میکنیم. در کانال تلگرامی هم این چند روز با همدیگه انشاءالله در ارتباط خواهیم بود. همه شما رو به خدای بزرگ و متعال میسپارم. بله، شما رو هم گذاشتم تو کانال تلگرامی میذارم بهتره. خدا نگهدار شما.